یه می دو میخوام راجع به جنایت ها و خیانت های پزشکانی که تحت سیطره این مافیایی که دنبال من هستن در حق من و خانواده مظلومم داشتن صحبت کنم یه مقدار گفتم من خودم اجازه ازدواج کردن ندادم دلیلش رو تو ویدیوها گفتم تو یوتیوبم منظورم از خانواده هفت خواهر و تنها برادر و پدر مادر پیرم هستن یه ویدیو هم گذاشتم راجع به دلایل این که در این حد و با این شدت و حدت دنبال من هستن به این دلایلش پرداختم میتونید تو کانال یوتیوب هم ببینید بیشتر هم به خاطر کتاب به ویژه مقالاتم و روش تدریس و تئوری هم هست که توضیح دادم یه ویدیو هم گذاشتم که تشریح کردم که چطوری از آپارتمانم در واقع یه سلول انفرادی ساختن برای شکنجه کردن من اونم میتونید تو کانال یوتیوب هم ببینید در ویدیو بعدی تشریح میکنم که چه دوزی های از ما کردن و از چه کانال های و یه ویدیو هم میذارم که سه بار منو بردن بیمارستان روانی آزادی تهران با من چه کار کردن قبل اینکه به بحثمون بپردازم یادآوری داشته باشم که این مافیایی که سالهاست دنبال من هست به ویژه از طریق شنود و جاسوسی از صحبت ها و برنامه های من از طریق تلفن ثابت و بل اخص از طریق موبایلم جلو به جلو برنامه ریزی میکنه برای کارشکنی در امور شخصی و خصوصی و زندگی و خانوادگی من و ما خب یادم میاد که سال 1375 سال اول معلمین بود این گوشم لالش از این گوشم کشیده تره مادرزادی احتمالاً و تو کلاس ها دانش های خاصی بودن بسیجی بودن اینا خیلی اذیت میکردن و گیر میدادن تصمیم گرفتم برم لالش رو جراحی کنم اندازه ای گوشم بشه یه دکتری بود به اسم دکتر محمود سلطانی بچه ایور از اون طرف خودمون گرم جا جرم در بجنورد ای پول سه ماه حقوق منو از من گرفت گفت گوشتو عمل میکنم مثل این گوشت میشه لالش کوچکتر میشه جمع میشه من این پول رو به این دادم و یکی از دوستانم بود به اسم مهدی کمالی و امضا زد که اگه اتفاقی افتاد زمانت کرد من رو بیهوش کردن و بعدی که بهوش اومدم یه باند بزرگ رو گوشم گذاشته پر خونه و اینا گفت برو یه هفته دیگه باز کن اندازه ای گوشته بعد یه هفته باز کردم ای ا ا ا بلندتر شده بود از, از همون حالت اولی خودش بلندتر شده بود خب این اولین کاری که با ما کردن بعد یه بار مادرم اومد مشهد که حالا من بپرسه اومده بود برای چشم پدرم قرار بود چشمش و آب مارواردش رو درست کنن یه ماشین زد به پای مادرم مادرم افتاده بود عمدن زده بود که همونجا ورداشتیم بردیمش پزشک گفت پاشو باید گچ بگیریم 65 هزار تومن گرفت حالا بعدا تو مقالات ما بخونید متوجه میشید که چرا اینا به 65 اینقدر سعی میکنن که منو بمباران کنن با 64 و 65 و و بالاخره مادر من از همون موقع دیگه نمیتونست راه بره تا ای که چند وقت پیش متوجه شدن گفتن قلبش بعد آنجیو بشه آوردیمش مشهد یه دکتر بود به اسم ماشالله دهقانی این مادر منو هزار بار کشت و زنده کرد تا اینکه بالاخره قلب مادرم آنجیو کرد همون روز در بیمارستان تو کوه سنگی مشهد بیمارستان مهر بعد من و خواهرم رفته بودیم این خواهرم که شوهرش رو از نظر من کشتن حالا دیگه بالاخره یه مقالم تشریح کردن موقعی که من از هند برگشتم برای ارعاب و تنبیه من کشتنش به خاطر مسائلی که تو رساله دکترام راجب به سیستم تعلیم و تربیتی ایران گفته بودم گفته بودم که این سیستم در واقع یک کارخانه گوسفندسازی هست مردم طوری بار میارن که بتونن راحتتر استهمار و استعمار و استثمار و قارت و کنن بعد دیگه همون روز مادرم و رو آنجیو کردن تو بیمارستان به من گفتن که تو میتونی بری دیگه خواهرت مادرتو تو چیز میکنه تموم میشه میبرش خونه من اومدم خونه بعد سه چهار ساعت خواهرم زنگ زد خیلی 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 نگران و مسترب گفت که هر کی رو بردن آنجیو کردن بعد یک ساعت آوردن بیرون مادر ما رو الان چهار ساعت نه آوردن بیرون الان به من گفتن که بیا بالا دکتر میخواد باید صحبت کنه به قرآن محمدی من گفتم خواهرم اینطوری تلفنی به من زد زنگ زد گفت نمیدونم چی میخواد به من بگن این خواهرم که گفتم بی وش کردم به قرآن من همونجا مردم و زنده شدم گفتم مادرم رو کشتن این مادرم مرد زیر این عمل آنجیو مرد دیگه یه تاکسی تلفنی گرفتم با هزار عجله و با سرعت رفتم بیمارستان و اینا بعد یک ساعت دیگه به ما اجازه دادم گفتن دکتر میگه بیاین بالا ما رفتیم دیگه من, مر... ما خواه... من که اوتوری شدم دیگه خواهرم و دیگه گفتم برای اقوامم گفتم خواهرم واقعا ده بار مرد و زنده شد بالاخره زنم بود احساساتی عاطفی ما رفتیم که بعد گفتن نه مادرت الان میتونید ببریدش خونه روزی هفته تا قرص باید بخوره این اومد شهرستان قرص میخود دیگه هر وقت به مادرم زنگ میزدن گریه میکرد میگفت نمیتونم بخوابم همیشه تا حالت تهوع استفراغ دارم به این هفته هم خیلی علاقه این شکنجگرهای من حالا اونایی که در جریان هستن متوجه میشن من چی میگم من نمیدونم دلیلش چیه شاید به خاطر او فیلمی هست که من از روش تدریسم تهیه کردم هفته دقیقه گفتم این روش تدریسم برای براندازی نرم و نامحسوس حکومت های استبدادی و تمامیت خواهست و برای گذر مسالمت آمیز به دموکراسی و تمدن در واقع این یک کاتالیزور و بهتر بگم اسلحه آموزشی است که معلم اگه ازش استفاده کنن سر کلاساشون همه مشکلاتمون حل میشه در سطح بین المللی ما حرف میزنم اینا میگن تو براندازی میگم مگر شما دیکتاتورید که ما براندازم شما که لباس پیغمبر رو پوشیدید اصلا نباید همچی فکری کنید اصلا برای چی به همه بد بینید شما گفتم به خاطر همین مسئول سه بار منو بردن بیمارستان روانی که توی یه ویدیو میگم اونجا با من چه کار کردن بعد یه مقاله نوشتم تحت عنوان من در جمهوری اسلامی هستم یا در زندان یزید میتونید اینو اسم و فامیلم رو سرچ کنید دکتر سید محمد حسن حسینی به وبلاگم برسید لینکش رو تو وبلاگم آوردم میتونید این مقاله رو بخونید خیلی جالبه از زندگی نامه من یه فیلم خیلی وحشتناک میشه ساخت بعد یه مدت که از هند برگشتم یه مقاله نوشتم از شور نگهبان انتخاب کردم روز بعدش خواهرم به من زنگ زد, زد یکی از خواهرام گفت پسرش تشنج کرده قش کرده افتاده بعد گفت پرسیدیم چه کار کنیم بعد فلان نه زنگ گفتن ببرینش بیمارستان شیخ من از شیخ ها انتقاد کرده بودم چون دی... بیمارستان آزادی تهرانم منو بردن یه ش... بعدی که به هوش اومدم حالا تو ویدیو بعدی میگم منو بردن تو بیمارستان آزادی روانی آزادی تهران بردنم توی سالون بزرگ در و بستن یه عده از روبرو اومدن پتو انداختن رو من ایقدر زدنم بیهوش شدم به هوش که اومدم دیدم توی اتاق سه در لباس دیوانه ها به تنم پوشیدن از هند که برگشته بودم گفتم اون مسئله راجع به سیستم تعلیم و تربیتی ایران نوشته بودم مقاله انتقادی خیلی نوشته بودم حالا وبلاگم رو ببینید متوجه میشید چشما باز کردم دیدم یه شیخ اونجا نماز میخوند انگار منتظر بود من به هوش بیام گفت که آی دکتر بلند شد نمازت قضا نشه من اونجا گفتم تا موقعی که شما نماز میخونید من نماز نمیخونم دلیلش هم ساده است نمیخوام وارد بهشتی بشم که شما درش هستید اینا عصبانی شدن و بالاخره خواهر هم زنگ زد گفت پسرش تشنج کرده و همسایهشون اومده سریع گفته اصلا انگار منتظری قضیه بوده گفته باید ببرینش بیمارستان شیخ مشد بردنش اونجا و هزار تا گرفتاری و فلان و اینا باز یه مقاله دیگه نوشتم از حراستی ها انتقاد کردم تحت عنوان حراست... بعد از قارت صندوق در واقع زخیره فرهنگیان یه مقاله نوشتم حراستی ها چه کسایی و به حراست و پاسداری نشستند که به دوزی های خیلی آشکاری اشاره کردم گفتم حراست یا که تو آپارتمان من دوربین تو دستشوی من گذاشته اینا کجا این دوزی های آشکارا میلیارد میلیارد دارن میبرن اسناد محرمانه مملکت رو دارن میبرن باز این روز بعدش یه خواهر دیگه زنگ زد گفت که یه دختر داره گفت دخترش تشنج کرده افتاده همسایهشون انگار منتظر بوده اومده گفته باید اینو ببرید بیمارستان شیخ مشهد که این ذهنش صدمه شدیدی دید متاسفانه الان خیلی خیلی آثار بدی روش گذاشت الان بزرگ شده دختر از نظر ذهنی حالت عقب موندگی بهش دست داده من گفتم من این شیخا و رهبرشون رو دیگه نمی بخشم بعد پدرم گفتم آب مروارد چشمشو میخواست عمل کنه یکی از آشناهاش که باش سمیمی شده بود دوست شده بود مسئول حراست یکی از بیمارستان های بجنورد یه آقای او معرفی کرده بود به پدر من به اسم آقای دکتر اسماعیلی متخصص چشم بوجنوردیه. ای بیش از 20 بار پدر من از گرمه با اتوبوس رفت مطبی سر آمپول زد به چشماش که میخواد چشمش آب مرواردی در بیاره هر بار 500 هزار تومن 800 هزار تومن از پدرم گرفت آخرش هم گفته بود بیا عملت کنم پدرم رفته بود با مادرم تاکسی گرفته بودن در بس رفته بودن و دو ساعت راه تا شهر ما بعد گفته نه ما دستگاهشو نداریم باید بیای مشهد عملت کنیم دروغ گفته بودم الان برید بررسی کنید دستگاهشو تو بیمارستان بژنرد یا تو دارن آوردنش مشهد میخواستن جلو من زجر کش و زنده کش کنن پدرمو بالاخره ای گفت که دکتر اسماعیلی گفت حالا به ای اسماعیلی هم خیلی حساسن حضرت آقا و منظورم همین رهبر مافیایی که دنبال من هست نمیدونم کیه ولی میگن حضرت آقا نمیدونم فکر نکنم منظورشون آقای خامنه ای باشه بعد اه اه اینجا تو مشهد مثلا گفت برید فردا ناشتا پدرت ساعت هفت اینجا باشه ما ناشتا پدرمو که مرض قندم داره فشار خونم داره هفته دو سه چار سالشه بردیم اونجا ساعت هفت صبح شد ساعت شش غروب ساعت شش غروب چشم پدرم به حساب آب مرواریداش و آب, و آب عمل کرد که بعد پدرم اومد بیرون بعد چند مدت گفت نه هیچ فرقی نکرد مثل همو اول من ده بیس بار رفتم آمپول زد و عمل کرد و فلان تفاوتی نکرد چشم مادرم هم دیگه همینطوری آب مروارید و آورده بود گفتیم دیگه پیش رو نبریم و آوردیم این بیمارستان تخصصی چشم پزشکی تو نزدیک میدون فردوسی مشد اونجا به حساب بعدی که کلی آزار و اذیت کردن حدود ده بار مادرم از شهرستان رفت و آمد و بالاخره وقت دادن آب مرواردش رو به حساب عمل کردن مادرم میگه نه مثل همو اوله هیچ تفاوتی نکرده این کار نمیکنن نمی کنن. عمل نکردن یا علکی فقط ادای عمل کردن در میارن پول میگیرن و کاریو که باید بکنن نمیکنن من تعجبم این پزشکا قسم خوردن ولی دارن به کسایی که بهشون اعتماد میکنن خیانت میکنن که بعد دیگه باز یه مقاله دیگه نوشتم تو وبلاگم میتونید برید مطالعه بفرمایید راجع به در چرای تشخیص و تمیز آیت الله از آیت و شیطان که یکی از دانش آموزان پرسید برای چه شیخ دروغ میگن گفتم اونها آیت و شیطانن گول القاب و ظاهر و لباس پیغمبرشون رو نخورید من این مقاله رو نوشتم روز بعدش از شهرستان زنگ زدن گفتن یه آقایی یه پسر جوونی که اسم پدرش اسماعیل نمم احمد اسماعیل بچه ایور زده با موتور به بغل پدر من که هفته دو, دو سالشه و هم با موتور بوده او که زده بود بغل موتور پدر من پدر من افتاده بود شانهش و اینو همه داغون شده بود سرش شکسته بود گواهی نامه هم نداشته کلاه ایمنی هم نداشته هیچی نداشته اومدن گفتن که این کتف شکسته از دروغ به قرآن محمدی از دروغ گفته بودن پدر من 74 سالش چیز خواهد سرش حالت شکستگی خش ورداشته بود کتفش به درد گرفته بود اونو گفتن کتفش شکسته و جمجمهش توری شده و گوشش توری شده پدر منو دیه بستن که تا آخر عمرش باید ماهی 350 هزار تومن به حساب اونا به حساب دولت بریزه برای دیه به اصطلاح بعد همزمان اومده بودن به پدرم نزدیک شده بودن یه نفر گفته بود که سید تو دیگه موتور به دردت نمیخوره بیا موتور تو به من بده من میرم آشغال جمع میکنم برای بچه‌ام میفروشم سواب میکنی اینا موتور هوندا پدرم و که قیمتشو سرچ کردم در اینترنت و دیوار اینا 18 میلیونه به 4 میلیون از پدر من خریده بودن فریب داده بودن پدرم و که از این کارا زیاد کردن حالا یه ویدیو راجبه این مسائل که چه کار میکنن با خانواده من میذارم که از نظر اقتصادی و مادی هم ما رو مثل بهایی ها در فقر مطلق نگه داشتم بعد دیگه هم پدرم هم مادرم احتیاج به عینک پیدا کردن رفتن یه خانم دکتر تو شهرمون هست قبلا یکی از همون دوروراش گفته بود که بیا پسر دی دکتر رو باهاش ازدواج کنه یعنی من با اون من نپسندیدمش بعد همین به پدرم هم به مادرم عینک داده بود اینا عینک که میزنن میگن ما اصلا گیج میشیم تار میشه اما عینک نزنیم بهتره یعنی او عینک هم اذیت میکنن دیگه عینک دو سه بار رفتن دیدن بدتر شده عینک نمیزنن به عینک میرن میان یکی از خواهرام هم پاهاش لرزش گرفته بود خیلی شدید سه چهار سال بود به هر دکتری در مشهد و تهران و اینا رفت نتیجه نگرفت یه بار به با من زنگ زد گریه میکرد گفت که پاهام خیلی اذیتم هم میکنه. لرزش شدید دارم شبا نمیتونم بخوابم درد دارم بعد همونجا به خودم گفتم با توجه به اینکه مافیا در تمام ابعاد در زندگی ما رسوخ کرده و ما رو تحت آزار و اذیت و شکنجه داره گفتم این مافیا اجازه نمیده که پزشکا این خواهر منم مداوا کنن و ده تا پزشک متخصص رفته هنوز خوب نشده همون جا که خواهرم زنگ زد شبش چون تو آپارتمان من دوربین گذاشتن حالا ویدوهام و مقالاتمو برید بخونید ویدوهامو تو کانال یوتیوبم ببینید تشریح کردم که چکار میکنن با, با من و چرا همونطور که اولم گفتم بعد نصف شب یعنی ساعت ده نیم شب ده شب ورداشم یه تاکسی کرایه کردم رفتم مرکز پزشکای متخصص با زیر شلواری رفتم طوری رفتم که گفتم شکنجگری که بالا آپارتمانم مستقر کردن متوجه نشه رفتم یه دکتر متخصص پیدا کردم در یه گوشه رفتم وارد اتاقش شدم این بیماری خواهرم رو تشریح کردم با موبایلم زنگ زدم به خواهرم دکتر با خواهرم صحبت کرد گفت مشخصه بیماری تو چیه همونجا براش نسخه نوشت نسخه رو من واتساپ زدم برای خواهرم این روز دیگه رفت از داروخونه گرفت بعد دو سه روز دیگه بعد یه هفته شروع شد خوب شد این مداوا شد این بیماریش بعد من سرچ کردم ببینم علتی بیماریش چیه یکی گفته بودن ممکنه ارسی باشه یکی ممکنه یه سمی یعنی یه موادی تو چای یا ای ریختن حالت بهش دست داده تو بیمارستان هم کار میکنه خواهرم گفتم دیگه تو بیمارستان هیچی نخور ولی نگفتم که چرا دیگه خدا خوب شد یه مورد دیگه هم که بخوا بگم یکی از دامادامون نمی مشهد است یه بار خواهرم زنگ زد گفت که این شوهرش دل خیلی شدیدی داری در این ناحیه کلی سمت چپش و الان حدود یک هفته است به سه چهار تا بیمارستان تخصصی پیش, پیش پزشکای متخصص بردنش متوجه نشدم دلیلش چیه گفتم خب اینجا آپاندیسش شاید ترکیده من روشه دیپلم علوم تجربی دارم اونطوری که تو میگی آپاندیسش ترکیده میگی از درد به خودش میپیچه و این طرف کلیه سمت چپش و فلان همونجا رفتم بردیمش دکتر گفتم این آپاندیسش ممکنه ترکیده باشه بعد عمل کرد گفت بله یه بیمارستان دیگه بردیم گفت بله آپاندیسش ترکیده زده نصف روده‌هاشو خراب کرده نصف روده‌هاشو از شکمش آوردن بیرون این هم یکی دیگه از جنایت هایی که مافیا داره در حق ما میکنه در واقع اینا نسل کشیه دیگه بالاخره من پذیرفتم حرف حق و حقیقت زدن اسلام راستین و باستاب دادن ظاهرا هزینه داره منم آمادم برای حزینش ولی من پیشفرزم اینجا بود که این جمهوری اسلامیه نباید اینقدر وحشت کنه از این مطالبی که من بهش میپردازم من تئوری و روش دادم برای ارتقای شرایط مستضعفان برای اینکه آگاهی ها و بینش و حساسیت انتقادی و سیاسی اونا رو ارتقا بدم نباید مانع من بشن کتابام و مقالاتم راجع به این نظری ها و روش هم هیچ جا منتشر نمی کنن. یکی دیگه از دامادامونم قرار بود یه پمپ گاز پمپ بنزین بزن شهرستان بانک ملی بهش وام داده بود در وسط های کار دیگه این بانک با داماد ما همکاری نکردی داماد ما به هر دری زد که بقیه وامش رو بدن که پمپ بنزینش رو درست کنه نتیجه نگرفت ایقدر آزار و اذیتش کردن ایقدر وحشیانه باهش برخورد کردن با بربریت شیطانی و فاشیستی که داماد ما قلبش رو سکته قلبی ناقص کرد و آوردن بیمارستان دکتر شریعتی مشهد قلبش رو عمل باز کردن به منم بارها گفتن اگه تو ادامه بدی ترتیبی میدیم که قلب و مغز تو رو هم از تو میگیریم میدیم به مستضعفا بخورن گفتم که خب من که علم و دانش دارم علم و دانشم و فرمیوله کردم تئوری ارائه دادم برای ارتقاء شرایط مستضعفا شما چیزی ندارید که بخوا دم از حکومت مستضعفا میزنین بخواد به مستضعفا ارائه بدید قلب و مغز خودتون و رهبرتون هر کسی قد وحشیانه با ما برخورد میکنید و در بیارید بدید به مستضعفا بخورن من خودم الان تقریبا تو دهنم دیگه دندونی نمونده هر وقت دندون درد میگیرم میرم دندان پزشک به خیانت میکنن پول میگیرن و پول عصب کشی و پر کردن و میگیرن اما جوری ترمیم میکنن که بعد یه ما دندونم میفته کلن خراب میشه میریزه یه دکتر بود به اسم دکتر مکبری همین کار کرد رفتم ازش شکایت دادم چون عکس قبل و بعد که از دندونم گرفته بود قبل و بعد معالجه رو داشتم رفتم گفتم نگاهی با توجه به به من خیانت کرده ای دادگاه محکومش کرد حدود 800 هزار تومن جریمه کرد دکتر مکبری نامی رو توی به دندان پزشکی حکمت آزاد شهر مشهد باز رفتم پیش دکتر ابوالحسنی هم شا... هم کلاسی خودم بود تو تربیت معلم بد رفت دندان پزشک شد گفتم برم پیشو از همه بهترم دیگه به هم خیانت نمیکنه هم کلاسی و دوست بودیم او هم بهم خیانت کرد دندونم و عصب کشی و پر کرد بعد یک ماه افتاد دیگه یه بار قاسم آباد رفتم این کار کردم هم این کار کردن یه بار من یادم صبح زود بلند شدم گفتم این دندون دو تا دندونم رو مخواستم برم عصب کشی و پر کنم یه صبحانه خوبی بخورم که دیگه ممکنه تا شب مجبور باشم چیزی نخورم صبح زود بیدار شدم جگر پختم صبح خیلی زود گفتم شکنجگرم خواب الان بعد بیدار شدم ساعت شیش و نیم از خونه رفتم بیرون ساعت هشت جلو مطب بودم وارد مطب شدم دیدم تو مطب دارن جگر به سیخ میکشن میخوان بخورن پزشکا که منتظر من بودن در این حد دنبال منن بعد یه بار دیگه دوبه منو دعوت کردن که تئوری ها اونجا معرفی کنم در یک کنفرانس بین المللی یه دندونم بود گفتم میرم دوبه پر میکنم دیگه این مافیا اونجا نیست رفتم یه دندون پزشک پیدا کردم چک کرد و گفت فردا بیا عکس گرفت و گفت فردا بیا عصب کشی و پر کنیم فرداش رفتم هینی که داشت عصب کشی و پر میکرد این همی دندون پزشکی اینجا این همی ابوالحسنی که با من برخورد میکرد کل زندگی منو با دوستش با هم صحبت میکردن و من دو تا مثلا گناه کردم در زمانی که سیزده سالم بوده همه اونا رو داشتن میگفتن بعد بالاخره پولش رو گرفت و دو برابر ایران هم پول گرفت من اومدم ایران بعد یک ماه چلپن روز و دندونم هم افتاد الان تقریبا دیگه هفتش تا دندون تو دهنم نمونده دیگه بیشتر بعد آخری هم بگم تو گفتم سه بار منو بردن بیمارستان روانی و آزادی دو بار آزادی یه بار ابن سینا مشهد سینا مشهد یه دکتر بود به اسم دکتر تلایی توی برگه من که ترخیصم کردن قرار نبود اونو من ببینم گزارشی دکتر تلایی علی تلایی و که سرگروه دپارتمان روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدم کردنش بخاطر همین کاراش اینو کردن الان اینو میگم من گزارش رو دیدم تو گزارش من نو... نامرد رزل شیطان صفت نوشته بود این تمایلات خودکشی داره یعنی منو گفته بود من تمایلات خودکشی دارم تمایل به خودکشی دارم به انگلیسی نوشته بود فوتوشو الان تو کیفم دارم بعد من همونجا تو مقالات متعدد گفتم به رهبرتون بگو قبل اینکه رزالت ها رو به خرج بده ببینه من جنومم از کجا داره تو وجودم هست خونم از کجا منشه میگیره من از نسل و تبار امام حسینم من تا شما رو رسوار و سرنگون نکنم ولکنتون نیستم شما بعد به نماینده معلمان ایران آقای رسول بداغی هم این مطلب رو گفتم گفتم اینا در صدد بالاخره اینا برای من برنامه ها دارن تو اونجا واقعا شگفت زده شد آقای بداغی گفت که واقعا شرمآور حکومتی که ادعا داره حکومت اسلامی با نسل و تبار پیغمبر و امام حسنی برخوردها هم داره باورشون نمیشه خیلی ها که با من چه کار کردن و چرا حالا به تدریج میگم با من چه کار کردن و چرا